طبعا. بله. خب، خیر مقدم عرض می کنم خدمت اساتید، همکاران و دانشجوهای عزیز باستانشناسی. باعث افتخار هستش که گروه باستانشناسی دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن علمی در خدمت شما سروران هستش. عنوان وبیناری که ما امشب در خدمت جناب دکتر فیروزی هستیم، باستانشناسی اساطیر و پیگیری تاریخمندی یک نقش برجسته ناشناخته در بیستون هستش. من اجازه میخوام قبل از اینکه یک معرفی اجمالی از جناب دکتر سورنا فیروزی داشته باشم، در مورد تاریخچه گروه باستانشناسی دانشگاه تربت یک مختصر صحبتی داشته باشم. خب، استارت اولیه تشکیل گروه باستانشناسی در سال 1390 به همت جناب دکتر فلاح خورد و تا اینکه در سال 93 ما اولین ورودی باستانشناسی دانشگاه تربت رو در دانشگاه داشتیم و سال 93 تا الان، خب هر ساله ما دانشجویانی رو توی دانشگاه داریم. علاوه بر جناب دکتر فلا که تنها عضو هیئت علمی گروه هستن، خب اساتید دیگه مانند دکتر شریفان، دکتر خدادوست، دکتر شیخ، دکتر قائم پناه هم خب همکاری میکنن با گروه باستانشناسی و خود بنده نیز افتخار اینو دارم که چند سالی هستش که در خدمت دوستان هستیم. خب، جناب دکتر فیروزی دانشجوی سال آخر دکتری باستانشناسی گرایش دوران تاریخی دانشگاه مازندران هستند. ایشون علاوه بر ارشد باستانشناسی، خب ارشد ژنتیک هم دارن و حوزه علاقمندی ایشون باستانشناسی اساطیر و همچنین باستانشناسی دوره ماد هستش. جناب دکتر فیروزی، خب تا الان چندین مقاله پژوهشی انتشار یافته و یا اینکه در دست انتشار دارن که از جمله مهمترین اونها میتونیم به این مقاله اشاره کنیم. امکان وجود یک سرزمین نیایی کهن برای مردمان پرسوا بر مبنای محتوای منابع مکتوب باستانشناختی و نامهای تاریخی اساطیری که در مجله پژوهش‌های تاریخی چاپ شده و یا واکاوی یک اسطوره در شواهد باستانشناسی اساطیر و اولوختپه که در پژوهشنامه خراسان بزرگ چاپ شده، همچنین نگرشی بر دین مادی‌ها بر پایه تحلیل دو نوشته نوبابلی و توالی شاهان آنها که در نشریه پژوهش‌های ادیانی چاپ شده، همچنین چالش متون میانرودانی و ایرانی تواران در فلات ایران که در نشریه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام به چاپ رسیده. ایشون همچنین چندین کتاب رو هم چاپ کردن که از جمله مهمترین اونها میتونیم به کتاب نیاکان گم شده، یک بازنگری در باستانشناسی و ماد کهن اشاره کنیم. همچنین جناب دکتر فیروزی مجری مطالعات ژنتیکی نمونه های انسانی محوطه ارگ بم در سال 1387 و 88 بودن. خب، دعوت میکنم از جناب دکتر سورنا فیروزی تا سخنرانی خودشون رو شروع کنن. در خدمتتون هستیم جناب دکتر. سپاسگزارم از حضرت عالی. البته برخی از اون مقالاتی که فرمودید پذیرش و نمایش شدن در آستانه دقیقت چاپ در مجلات مربوطه هستن، یعنی نمایش شده در فضای مجازی وجود دارن. خب از این مسئله بگذریم، من بحث جلسه رو آغاز کنم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید، مسئله و مقوله ما حول محوطه بیستون می‌چرخه و بیستون یکی از محوطه‌های در حقیقت ثبت شده از گستره دقیقت کشور ایران هست، من تو ایران فرهنگی، علاوه بر اینکه زیر مجموعه یونسکو هست، شهرت عالمتابی هم داره، یعنی بسیاری از متخصصان جهان
از هر گرایشی در هر حوزه بیستون ایران رو میشناسند و خب کمتر محوطه‌ای در جهان هستش که چنین شهرتی رو داشته باشه. خب مهمترین علتش مسئله رمزگشایی خطوط میخی است. به هر حال رکن قضیه از همین محوطه آغاز شده. بنابراین هر آنچه که در محوطه بیستون به عنوان پژوهش ارائه بشه قابلیت دقیقت توجه جهانی رو خواهد داشت و این یک جور مسئولیت ایجاد میکنه. شما باید زمانی متمرکز بشید بر موضوعی در محوطه بیستون که بتونید از اون دفاع کنید، بر اساس یک ذهنیت شخصی، یک حدس شخصی. این کار بسیار خطرناک است، بسیار اشتباه است. باید قضیه رو به یک پختگی رسون و بعد اینها رو مطرح کرد. این چیزی است که به حال در این موضوع سعی شده رعایت بشه. یک مسئله است تقریبا 10 سال شاید هم بیشتر بنده درباره اون دارم کار میکنم و بارها اینو حتی گذاشتمش کنار، گفتم شاید در زمانی مناسب تر بشه ادامهش داد، بشه کاملش کرد یا بشه فراموشش کرد. بنابراین با موضوعی که خدمتون من امروز مطرح میکنم یه مقدار باید دقیقاً با ذهنیت متفاوت نسبت به مطالعات مرتبط و غیر مرتبط پیشین در حوزه باستانشناسی ایران برخورد کرد. ما از این دست مطالعات من تصور میکنم که در حوزه گستری باستانشناسی ایران نداشتیم یا کمتر داشتیم. بیشتر بر مبنای ما اون چیزی که وجود داره ما عمل کرد داشتیم در گستره باستانشناسی ایران. یعنی یک سازه ای رو دیدیم، محوطه ای رو دیدیم، تپه ای رو دیدیم، در باستانشناسی مدرن به دنبال کاوش اون محوطه رفت. عذر میخوام جناب دکتر، صدای من رو دارین؟ بله. ببخشید عذر میخوام آقای دکتر، بچه ها مثل این که میگن صدا ضعیف هستش، اکثر بچه ها من دارم، اگه امکانش هست صدای منو دارید؟ من الان هنسفری خودم رو جدا کردم، الان صدای من بهتره؟ آره الان خوبه. من جدا کردم ولی خب ما دیگه صدای محیطی خواهیم داشت. من الان در جایی که سکونت دارم در حال حاضر، چون من تهران نیست، بنابراین جایی که الان هستم رفت آمده خیابانی خیلی زیاده. از الان من پیشا پیش اصغایی میکنم بابت آلودگی پیرامونی و بحث رو آغاز میکنم. خب ببینید، من در جلسه دانشگاه بیرجن که چند روز پیش، تقریبا فکر کنم 10 روز پیش برگزار شد، باستانشناسی اساطیر رو به طور مفصل توضیح دادم. بنابراین برای درک این موضوع به عزیزان توصیه میکنم که حتما به اون نشست که در صفحه خودم برگزارش کردم رجوع کنند. ولی برای اینکه ما مقدمه ای داشته باشیم در اینجا، و یک توضیح کوتاهی راجع به چیستی باستانشناسی اساطیر مطرح میکنم دوباره. خب عنوان جهانی همچین چیزی به این صورت نیست، یعنی شما به صورت باستانشناسی اساطیر رو نمیتونید ترجمه کنید. دقیقاً آرکیومیتولوژی یعنی باستان اسطوره شناسی، ولی آن چیزی که انجام میشه همانی است که ما بهش میگیم باستان شناسی اساطیر. یعنی شما اون داده های اساطیری رو واکاوی میکنید. مؤلفه های اساطیری یکی از ارکان اینو باستان شناسی هستن که در منبعی که اونجا آوردم اینو به طور کامل توضیح داده که اون چیزی که در گذشته های دور ما رخ داده به صورت رویداد یا توصیف سنتی از یک رخداد طبیعی اجتماعی اسطوره ها رو شکل میدن. اساطیر الزاماً دروغ نیستن، بلکه تفسیرهای کهن از افراد قدیمی درباره دقیقاً مبناها، اون چیزایی که ادراک داشتن، شواهد رو تجربه میکردن، بر اساس اون تفسیرهای ارائه میدادن. ما تقریبا میتونیم به این بگیم نه اساطیر هستن. در برخی از موارد اساطیر هسته تاریخی هم میتونن داشته باشن، یعنی یک بنیاد دارای تاریخمندی که به مرور زمان دوچار شاخ و برگ شده. خب ما دو جور اسطوره باستانشناس یا آرکیومیتولوژیست داریم. کسانی که بیشتر نمادگرا هستن و این در آمریکا در اون مؤسسه باستانشناسی اساطیر آمریکایی خیلی رواج داره، چون به حوزه اونا حوزه سرخپوستا بوده دیگه، متونی نداشتن که بخوان راجع به اساطیر
اساطیر صحبت کنن که مثل اساطیر ایران، اساطیر یونان، اساطیر چین، یا حالت بحث حکومت و مثلا تو متون متأخر بیان راجع به اینا حاکمیت داشتن، اینا این کارو کردن، اونا اون کارو کردن، این شجرنامه‌شون با این چیزا برخورد نداشتن آنچنان. بنابراین اون چیزی که در مؤسسه مربوطه آمریکایی رشد کرده نمادگرایی است، تفسیر نمادهای صخره‌ای و این موارد رو کار میکنه. اون چیزی که در اروپا و چین پیاده سازی شد یا آسیای میانه که حوزه بر مطالعات ایرانی است، همین موارد دقیقاً مطالعات باستانشناسی اسطوره است. خب از این مقدمه کوتاه بگذریم تا وارد بحث اصلیمون بشیم. کوه بیستون و محوطه اطراف اون ظاهراً برای انسان کهن فلات ایرانی یک محوطه خاصی بوده و ما میدونیم که برخی اینو با کوه اولمپ یونانیان مقایسه میکنن، یعنی یکی از موارد نادر در گستره های جهانی است که کوه چنان قداستی داره که از اون به عنوان جایگاه خدا یا خدایان و جایگاه مقدس مستند یاد شده. ما میدونیم کوه اولمپ یک جایگاه مستند هست و اینا جایگاه زئوس و خدایان زیر دستش میدونستن، خدایان اولمپی. بیستون دقیقا این ویژگی رو ظاهرن براش متصور بودن، چنان که در متونی که خواهیم دید چنین قیاسی از طرف نویسنده باستانی صورت گرفته. بنابراین ما با یک محوطه عادی یا رهگذر، یک شاهی، یک چیزی تصور کرده، اردوی زده، یک از دشتی خوشش اومده و گفته بیا اینجا یک نقشی بزنیم روبرو نیستیم. ریشه خیلی دقیقت عمیق‌تر و مذهبی هستش. خب ما میدونیم اینجا چه آثاری وجود داره. من خیلی گذرا و مختصر اینا رو معرفی کنم. اولا که نام این محوطه برای اولین بار توسط اون چیزی که حالا موجود هست، توسط دیودور مطرح شده، بگیستانوس، و بعد از او توسط ارزم به خدمتتون ایزیدور، که حتی در این گزارش ها بیان شده که اینجا محل زئوس است، محل مکان اقامت زئوس است، که حالا ما میتونیم معادل سازی کنیم خدای خدایان دیگه. حالا این زئوس اگر بخوایم برای فرهنگ پارسی مادی در نظر بگیریم میشه اهورامزدا، اگر بخوایم برای ما قبل این دقیقه چیز در نظر بگیریم میشه خدایان مرتبط، خدای خدایان مرتبط با اون فرهنگ میارودانی فرزند. من تصور میکنم و بعدا در انتها توضیح خواهم داد که این علت چیه. من تصور میکنم که نام این قضیه بیستون، حالا بگیستانا یا بگیستانوس، ممکنه معادلی برای واژه صدرنگ باشه، ا یا بیت دینگیر، خانه یا نیایشگاه خدا. حالت بین النهرینی اکدی شدم خدمتتون میگم، ممکنه در بین النهرین یه همچین شناختی از این محوطه با این نام داشته باشن و بعد میرسیم بهش که چرا همچین حدسی بنده ارائه میکنم. خب از دیرینترین نقاطش بیاییم به جلو دیگه، خیلی کوتاه. غار شکارچیان هست پیش از تاریخ، میگن تا پارین سنگی جدید میاد. حالا من راجب این خیلی چون مطالعه هم نداشتم صحبتی ندارم دیگه. معرف حضورتون هست کتیبه داروش بزرگ، نقوشان، زمانی که ساخته شده، حک شده، در اون مایه آن، اینو توضیح دیگه نیازی نداره. تندیس هرکول به حال یک قهرمان خدای یونانی رو اینجا اومدن ایجاد کردن. ظاهرا اینا هر کسی که حاکم میشده یک خدایی از فرهنگ خودش رو اونجا دوست داشته نقش کنه، یعنی همان چیزی که در گزارش در حقیقت دیودور وجود داره که مکان زئوس هست، مکان خدای خدایان هست، ظاهرا این خدایان زمانه رو دوست داشتن اونجا حک کنن. داروش این کار، اگه ما اون انسان بالا رو به استناد شواهد باستانشناسی بین النهرینی و کنعان اهورامزدا در نظر بگیریم، خدای خدایان، اینجا هم هرکول خدای مربوطه حک شده. دوباره میاید پایین‌تر، در دوران اشکانی خدایان معادل سازی شده یا خدای بانوان معادل سازی شده، یا در حقیقت اون چیزی که اون فرشته بادا، اون خدای نیکه بالدار، خدای بانوی بالدار، اون هم اونجا دیده میشه در نقش. دو نقش اشکانی اینجا میبینید، من از اینا گذر میکنم چون بحث ما اصلا به اینا ربطی نداره.
فقط دارم توضیح میدم که چرا اینجا اینقدر برای همه اینا مهمه که نقشی داشته باشن. حتی این شاه اشکانی